الهی، حس بودنت زیباترین حس دنیاست، چرا که با بودنت زندگی ما و لحظه لحظه زندگی ما پر از آرامش است. سلام، گلواجه های سلام و سلامتی را تقدیم میکنم به نگاه های پر از محبت شما عزیزان همیشه همراه، به قلب های پاکتان و از خدای بزرگ برایتان سعادتمندی، سلامتی و زندگی پر از برکت و دل ها و قلب های پر از آرامش از خدای بزرگ برای شما عزیزان خواهان هستم. خوشحال هستم که امروز هم در جمع صمیمی شما خانواده های محترم قرار داریم و یک مانده نباشید بگم به همه شما مادران عزیز، شما خواهران عزیز، امیدوار هستم که جور و سعادتمند باشین. بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جانی هادی بخش فارسی دری و مثل همیشه بفهم که با ما همراه هستین، ما را همراهی میکنین و امروز هم در روز یکشنبه با برنامه لایو روشنا با همه شما عزیزان خواهیم بود. زندگی یعنی بخند هرچند که رنجوری و غمگینی و فراموش کن هرچند که دلگیری و ببخش هرچند که مسکینی. این تعریفی از زندگی هست و انشالله که زندگی های همه ما و شما سراسر آرامش و پیروزی و موفقیت باشه. امروز هم با همه شما عزیزان هستیم در استودیو. خواهر خوما خانم حسنزاده عزیز رو هم داریم، کارشناس امروز برنامه ما هست. یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم و با شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد و ببینیم که امروز با چه موضوعی با شما عزیزان خواهیم بود. سلام خانم حسنزاده. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن و روز خوب و خوشی رو برای همه آرزو دارم. سلامت باشین. تشکر. الهی آمین. روز خوب و خوش برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستیم. و اما در رابطه با رنج و زندگی میخواییم صحبت کنیم امروز با شما عزیزان. اگر یادتان باشد در هفته پیش هم نسبت به این موضوع گفتگو کردیم، تعریف کردیم برای شما عزیزان و فلسفه رنج در زندگی را هم بیان کردیم و شاید این سؤال در ذهن ما و شما باشه که آیا زندگی بدون رنج قابل زندگی کردن هست؟ خب شاید بگویند که بله، ما همیشه از خدا میخواییم که زندگی ما بدون رنج و سختی و مشکلات باشه، همیشه در خوشی ها و آرامش باشیم. انشالله که زندگیتان همیشه در خوشی ها و آرامش باشه، ولی زندگی بدون رنج نمیتونه زندگی باشه. حتما باید ما در زندگی رنج داشته باشیم، مصیبت داشته باشیم. حالا اگر سوال پیش میاد براتون که چرا، حتما بیننده برنامه باشین که نسبت با این موضوع با شما عزیزان گفتگو میکنیم. خانم حسنزاده، از هفته پیش فلسفه رنج را که ما بیان کردیم یک قسمت از او باقی مانده، میخواییم که یک مقدمه ایرم شما بیان کنین. خب ما میگیم که رنج و سختی و مشکلات قسمیست که کلگی ازش فرار میکنن. خوش نداره کسی که در زندگیش رنج و سختی و مشکلات باشه، همه که خوش دارن که زندگیشون در خوشی ها باشه. ولی این رنج و سختی و مشکلات در زندگی های ما وجود دارم، به زندگی ما معنی میبخشه. چرا قسمی هستک؟ فلسفه رنج در زندگی چی هست؟ بله، همونطور که شما فرمودین موضوع برنامه ما رنج در زندگی هست که همه ما رو قبول داریم که رنج جزئی از زندگی هست و هیچ کس همونطور که شما فرمودین نمیتونه رنج رو از زندگی خودش دور کنه. بلکه اگه یک جا دور کنه جای دیگه به سراغش بیاد. هر کسی هم نسبت به رنج هایی که در زندگی داره قصه خودشو داره. یکی رنج داره از درد میناله، یکی از فقر میناله و رنج های قسم های مختلفی در برای هر کسی متفاوت وجود داره. ولی اون چیزی که ما در تعریف رنج جلسه قبل گفتیم این است، نرسیدن به اون چیزی که انسان میل داره، علاقه داره. یک چیز رو میخواد برسه ولی به اون نمیرسه، باعث میشه که برای از او گران تمام بشه. و این فلسفه داره، این رنجی که ما در زندگی های خودمون میکشیم و به اون نمیرسیم. اولین مورد
همونطور که شما گفتیم ما در جلسه قبلا بیان کردیم، رنج نباشه زندگی بی‌معنا میشه. اصلا زندگی معنی نداره. معنا نداره. همه تا که زندگی لازم هست فراز و نشیب‌هایی رو داشته باشه. درسته. چون دست جاده‌ای که صاف و هموار هست احساس خستگی میکنه انسان. همون رنج‌ها هست، همون مشقت‌ها هست که به زندگی انسان باعث میشه انگیزه بده، تلاش کنه تا باعث بشه او رو از زندگی خودش برطرف کنه. جز هیجانات زندگی میشه. احسن. یایی که بگیم که نمک زندگی است. احسن. یا موارد دیگه که میتونیم به کار ببریم که جزئی از زندگی هست. دیگه مورد این است از که ما گفتیم جلسه قبل، این است که به انسان آگاهی میده رنج. اینو ما همه قبول داریم، کسی که مشقتی داره، مشکلی داره، برای زندگی خودش میخواد او رو برطرف کنه، یک اطلاعاتی کسب میکنه. بله. پیرامون از اون موضوع. اگر دچار بیماری هست برای درمان از او باعث میشه که به دکترهای مختلف مراجعه کنه. بله. اطلاعاتی رو به دست بیاره و تحقیقاتی بکنه و یا تجربه هایی کسب کنه. خب همین خودی باعث میشه آگاهی فرد بالا بره. بله. اطلاعات. بله. فرد بالا بره، اینطور که میشه که برای مشکل بعدی به راحتی او رو دفع کنه و بتونه اون مشکل رو برطرف کنه. یعنی انسان ساخته میشه با وجود رنج و سختی. احسن. مثل که بخوایم که یک مثلا یک آهنی رو بیایم گداخته کنیم، او رو تبدیلش کنیم، ذوبش کنیم یا به یک چیز دیگه رو مبدل کنیم، رو باید در یک آتش بندازیم که او شوه، آب شوه، ذوب شوه. خب انسان هم همون قسمی است دیگه، یعنی باید رنج ببینه تا که ساخته شوه. مورد دیگه که تا که برای که ساخته بشه این است که انسان تا رنج نکشه قدر خوشی و لذت رو نمیدانه. تا زمانی که درد نداشته باشه قدر عافیت رو نمیدانه. تا زمانی که غم نداشته باشه. بله، بله. او خوشحالی رو درک نمیکنه. پس اینها در کنار هم مکمل هم هستن. و این آخرین موردی که با توجه به نکته‌ای که شما فرمودین که نقش سازنده داره، بله، رنج خودش بار تربیتی داره. بله. یک انسانی که میخواد تربیت بشه باید مشکلات رو پشت سر بگذاره، باید سختی ها رو پشت سر بگذاره، چون زندگی اگه از همونطور که گفتیم از یک جا فرار کنه. بله. انسان جای دیگه سختی به سراغ از اون میآید. بله. یا جوری زندگی طراحی شده که همراه رنج هست. پس ای که تا رنج نباشه با او تحمل انسان اصلا قدرت تحمل انسان سنجیده نمیشه. پس باید انسان رنج ها و مشکلات رو پشت سر بگذاره تا به خوشی ها برسه و تلاش بیشتری بکنه. مثلا فردی که غرق در ناز و نعمت هست. بله. خب این قدرت تحمل از او از یک فردی که مشکلات زیادی رو تجربه کرده مشخصا کمتر هست. ما در نامه 45 نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام نامه به فرماندار بصره می نویسن و می فرمایند در ناز و نعمت زیستن و از سختی ها دوری گزیدن موجب ضعف و ناتوانیه. یعنی انسان رو ناتوان میکنه. برعکس زندگی کردن در شرایط ناهموار آدمی را نیرومند و چابک میکنه و جوهر هستی او را آب دیده و توانا میکنه. درست. بسیار مزامین. بله، بالایی داره. بله. که در تمثیل بسیار زیبا همین رو بیان میکنن. بیان میکنن مانند درختی هست که در بیابان رشد کرده. آه. مثلا شما تصور کنید حضوری که یک درختی در بیابان رشد کرده به جایی که مثلا در با درختی که در کنار جویبار در کنار آب رشد کرده. بله. خب او درختی که در بیابان رشد کرده از آب باران استفاده. بله، کرده. بله. و باعث میشه تنومندتر هست نسبت به او درختی که در کنار جویبار هست. واقعا پوست نازکی داره، حتی برای مثلا چوب از او مقاومتر بادی دیگه او درخت بیابان نمیلرزه. یعنی او درختی که در کنار جویبار است درست است که شاید سرسبزتر ظریفه نازکتر باشه، ولی در ظاهر قسمی است، ولی در باطن یک درخت ضعیف میتونه باشه. بله. نسبت به اونی که در بیابان هست. حتی چوب از او نسبت به او درختی که در بیابان هست هم شعله‌ورتر کمتر میشه و دوام شعلهش هم کمتره نسبت به او درختی که در بیابان. بله. شعله‌ورتر و با ثبات بیشتری دوام بیشتری. بله. میاره، حتی شعله آتش. آه. از او. خب حالا مثلا امکانش هست یک نفری که در رنج و سختی و مشکلات کلان شده باشه بدنش با او سختی ها و مشکلات
به خاطر که زیاد مثلا مبارزه میکنه و صبر میکنه، حالا مصیبت ها میبینه، بلاها میبینه، او یعنی که تحلیل بره بدنش امکانش هست این موضوع پیش بیایه؟ یعنی مثلا حالا بگویم که حالا دوچار ضعف بشه، مثلا ضعف بدنی شوه یا که بدنش یا ذهنش یا روح آسیب ببینه، بیشتر آسیب ببینه نسبت به کسی که کمتر در رنج و سختی است. بله، این نکته خوبی را اشاره کردین. همون نکته ای است که ما میخوایم بگیم عاملی که باعث میشه سختی ها در زندگی انسان به وجود بیاد و به زندگی انسان تأثیر بگذاره. بله، این بستگی به ذهن انسان داره. بستگی به مثلا من یک مشکلی رو دارم، اگه یک فردی باشه که اگه فرار رو ترجیح بده به جای اینکه با این مشکل مبارزه کنه و بخواد بجنگه، درست، فرار کنه، خب این مطمئناً از یک جا فرار میکنه، بر رنج مشکل دیگر که فرار بکنه هم این قدرت رو نداره، یا مثلا براش خیلی سخت میشه مشکل بده. همش این ذهنیت رو داره، مشکلی که به سراغ من اومد به جایی که این مشکل بجنگم و علاج از رو پیدا کنم فقط فرار کنم. خب این ذهنیت بله او رو خسته میکنه، درست، رنجور میکنه. واقعیت زندگی این است که او رو ناتوان میکنه. بستگی به دید ما داره که ما چه قسم به رنج ها و سختی ها ببینیم. اگر به نحوه ببینیم که ما دیگر تحمل نداریم، ما نمیتونیم، ما خسته شدیم، ما مانده شدیم، ما کل عمر ما یک قسمی تیر شده، اگر یک قسم فکر کنیم و ببینیم، خب مسلم است که دچار ضعفایی میشه، دچار آسیب میشه، ضعفای جسمانی به سراغ از میاد، دچار افسردگی فرق میشه، بسیار مشکلات دیگه شامل حال ما میشه. ولی اگر که ذهن ما قسم باشه که به هر سختی و رنجی که میبینیم او را برای خود ما یک نوع پولی در نظر آزمایش، یک نوع پول در نظر بگیریم به سمت موفقیت ها، از این پول، از این مشکل عبور کنیم، خب مطمئنا او باعث میشه که انسان رو توانمندتر کنه، چابکتر کنه. خب یک جسم ما هم میتونه که صدمه نبینه و آسیب نبینه. خب ولاد بحث دیگه شب اینطور که میخوام میان برنامه اعلان کنم برای عزیزانی که همراهی کردن برنامه روشنا را، همچنان همراه ما باشین بعد از یک وقفه که تقدیم شما عزیزان میکنم. همراهی کنین برنامه روشنا را با موضوع رنج و زندگی. انشالله که هیچگاه رنج در زندگیتان نباشه. و جالب است که ما میگیم که اگر رنج در زندگی نباشه زندگی ما معنی نداره. خب بخاطر از این که رنج و سختی ها و مشکلات، درد و مصیبت انسان ها را میسازه و انسان ها را قوی میکنه. و اگر ما ذهنیت خود ما را قسم بسازیم که به رنج و سختی ها و مشکلات به عنوان یک امتحان، به عنوان یک آزمایش، به عنوان یک چیزی که ما را میتونه محکم بسازه، قدرتمند بسازه ببینیم، مطمئن باشیم که اون رنج ها و سختی ها به سرعت عبور میکنن و بعد از او به خوبی ها و خوشی ها میرسن. اما گپ هست که میگن پایان شب سیاه سپید است. خب این نشان دهنده ای هست که این رنج ها و سختی ها همیشگی نیست و میگذرن. اگر دچار رنج ها و سختی ها هستین پس احساس شکست نکنین، احساس ناامیدی نکنین. خب در ادامه صحبت ها هستیم با خانم حسن‌زاده، در رابطه با ذهنیت صحبت میکردیم که میان برنامه رفتیم، درست است؟ بله. این ذهن چقدر مهم هست و این ذهنیت انسان ها چقدر میتونه سازگار باشه در زندگی انسان؟
اصلا این نگاهی که ما به رنج داریم، بله همه ذهنیتی که داریم و نگاهی که به رنج داریم واقعا میتونه برای انسان تاثیرگذار باشه. بعضی از آدم‌ها اصلا فکر میکنن یک اتفاقی در گذشته برایشون افتاده، مثلا مشکلی داشتن، غمی داشتن، غصه‌ای داشتن، دردی داشتن، مدام میخواهن به او فکر کنن. خب مطمئنا این رنج به سراغ از اونها میاد، باعث میشه افسردگی بگیرن، استراب اونها رو برداره و یا برعکس به گذشته فکر نمی کنن، بعضی ها به آینده فکر می کنن. من این مشکلات که در زندگی دارم آینده چی خواهد شد؟ خب این باعث میشه که حال خود خور از دست بدن. بله. اصلی که در او زندگی می کنن همو حال است، نه به او گذشته و نه او آینده مهم است. و اگر هم همش بخوان به این فکر کنن، او امیدی که در آینده باید داشته باشن و او تلاشی که باید الان برای آینده بکنن دیگه انجام نمیدن، به آینده از خود خورم خراب میکنن. پس این رو توجه کنن که ذهن خود خور انسان باید نگاه خود خور کنترل کنه و او چیزی که هست الان مشکلی که داره او رو برطرف کنه. بله. و هیچ وقت به گذشته و آینده فکر نکنه. حالا ما همیشه گفتیم که به دنبال چراهای زندگی نباشیم، نه؟ همیشه سوال ما است چرا ما قسم شدیم؟ چرا قدر ما بدبختیم؟ چرا قدر ما رنج داریم؟ چرا سختی داریم؟ چرا چرا چرا؟ همه چراهای منفی باعث میشه که به زندگی آدم اثر سو بگذاره. به فکر ازی باشیم که چه قسم؟ چگونه؟ به فکر ازی باشیم که چه قسم بیاییم سختی خدا برداریم از سر راه زندگی، یا چه قسم و چگونه بتانیم از رنج و سختی ها و مشکلاتی که وجود داریم بیرون شویم، راه چاره پیدا کنیم. همین چگونه باید بودن، فکر کردن به چگونه باعث میشه به انسان انگیزه بده. بله. باعث میشه که انسان تلاش کنه، یک امیدی داشته باشه. بله. که بتانه تلاش میکنه به موفقیت برسه. بله. ما از تجربه و احساسی که از رنج دارن همه افراد متفاوت است. همه به یک عامل دیگه که ما میخوایم بگیم تصور ذهنی که دارن ای هست که همه یک جور فکر نمی کنن. بعضی وقتا احساسی که انسان داره احساس پوچی هست. همین احساس پوچی میگه هر کاری بکنم مگه موفقیت نمی رسون. مثل شما فرض کنید یک طفلی که به مکتب میره. بل. خب میگه مگه هر چی درس بخونم به جای نمی رسون، یا نمره خوبی نمیگیرم، یا این فلان درس من متوجه نمیشم. خب این ذهنیت منفی از این باعث میشه که این فرد تلاش نکنه. بل. او احساس پوچی باعث میشه که به واقعا هم وقتی به همون رنج های سختی ها بمانن. یا مثلا همین طفله که مثلا باعث شده به مکتب بره، از همون درسی که واقعا احساس نمیکرده که موفق بشه به همون درس ناکام بشه. انسان هم همینجوری در زندگی های خودشه، با همین فکر پوچی باعث میشه که او رو به پوچی انسان برسانه و او رو به سمت پوچی ببره. دیگه از احساسی که میتونه انسان رو رنج بده احساس تنهاییه که بیشتر و این رو بحثی هست که روانشناسا در مورد این کردن، بحث غربت هست. بله. و تنهایی که میگن من هر کاری میکنم باعث میشه که باز هم تنها باشم، کسی به من رو درک نمیکنه. یا اگه کسی من رو درک کنه برای درمان کانمه، برای مشکل من هیچ کاری انجام نمیده. بله. خب این باعث میشه که سختی باشه. یا حتی بالاتر ممکنه فردی رو پیدا بشه که کم هم الان تو جامعه امروز واقعا میتونه بگیم کم است. بله. که این رو درک بکنه، باعث بشه که درمان هم این رو بکنه. ولی باز هم فرد احساس تنهایی میکنه. خب از اون میپرسیم چی شد فلانی تو درک کرد، مثلا همکار تو بود، همسنفی تو بود، درک کرد، برای مشکل تو هم راه مثلا راهی پیدا کرد، باز چرا احساس تنهایی میکنی؟ میگه این به خاطر خودم انجام نداد، مرحله فراتر از اون رفته، یا به خاطر پولم انجام داد، یا به خاطر شهرتم این کار رو انجام داد. اینو همه برمیگرده به همون ذهنیت منفی، احساسی که انسان داره. یا احساس پوچی میکنه که زندگی برای او بی‌معنا میشه، یا احساس میکنه که تنها هست، یا احساس دیگه ای داره که باعث میشه رنج سراغ از او. بله. استراب داره، مدام میگه من از انتخاب هایی که میخوام بکنم ترس دارم. آیا این انتخاب بکنم یا نکنم؟ آیا انتخابم صحیح هست یا انتخابم ناصحیح هست؟
ما این رو قبول باید بکنیم. زندگی فراز و نشیب هایی داره، درستن. بلندی هایی داره، سرپینی هایی داره. این رو باید قبول کنیم. من انتخاب خود میکنم. البته این رو ما ممکن نمیشیم یک مشاوره بکنه، تحقیق بکنه. حالا مشورت زیاد تاکید شده، حالا انتخاب مهم نیست، در زمینه تحصیل باشه، در زمینه شغل باشه، یا ازدواج باشه، فرقی نمیکنه. پس با انتخابی کرده خودی ارزش قائل بشه، باعث میشه اگه شکستی در اون انتخاب ایجاد بشه، فرد تلاش بکنه که او نگه برش از او بگه من انتخابو کردم، حتی از اولش هم استراب داره. خب این باعث میشه رنج به سراغ از او بیایه، چون از او شکسته میترسه. حالا همش هم شکست ممکنه نباشه، حالا در یک زمینه هم شکست خود اگه انتخابش آگاهانه باشه و با انگیزه باشه، باعث میشه که او شکست خود برطرف کنه و رنجش کمتر شود. پس یکی از دلایل رنج در زندگی ما و فلسفه رنج، ذهنیت منفی انسان هست. اگر ذهنیت منفی انسان بتونه او ذهنیت خودش را کنترل کنه، مدیریت کنه و او منفی و منفی بافی هایی را که در ذهن خودش از زندگی داره، از سختی های خودش داره، اونا را گوشبانه، رنجش کمتر میشه. اصلا حتی در زمینه همین منفی بافی هایی که انسان میکنه، بعضی وقتا ترس از مرگ بعضیا دارن، چون انسان به دوام و ثبات میل بیشتر داره، به جاودانگی، چون میگه من هر کاری در دنیا بکنم آخر از این دنیا میرم، پس بهتر از اون اول تلاش نکنم. خب این خودش باعث میشه انگیزه موفقیت رو از او بگیره. پس این تصوری که انسان داره، در صورتی که ما اعتقاد رو داریم که این دنیا گذرگاهی است، بلکه جاودانگی در سرای آخرت است، و همه اعتقاد انسان رو کمک میکنه که انسان این عامل منفی بافی رو از ذهن خود دور کنه، امیدوار باشن. عامل دیگه ای که میتونیم برای رنج بیان کنیم این است که بعضی از افراد خودشون باعث رنج خودشون میشن. مسبب بعضی از رنج ها شاید خود ما هستیم. خود ما بر خود ما رنج ایجاد میکنیم، بعد از او با شکایت رو میکنیم، در پی درمان از او علاج. چرا ما همیشه در این دنیا غیر زرج داریم، غیر رنج میبریم؟ خود ما عامل رنج خود ما هستیم. چه قصه ماله با مثال های بیان کنیم؟ اصلا مثل فرد یک جرمی انجام داده، من مثال های متفاوت میزنم تا مسئله باز بشه. یک فرد جرمی انجام داده، خب همه ما میدانیم فلان جرم مجازات داره. حالا ممکنه او جرم از او زندان باشه، خب فرد در زندان رنج میبره، ولی مسبب اصلی این رنج خود او فرد هست. خب این دیگه نمیتونه او را تقصیر کسی دیگه بدانه، چون خودش باعث شده این رنج رو ایجاد شه. یا یک فرد مریض شده، خب هر انسانی موظف است که مراقب سلامتی خود باشد. بله. حالا نه، باعث رعایت نکرده مریض شده. حتی بالاتر از او ما داریم افرادی که پیش دکتر میرن، داروی از او دکتر رو مصرف نمیکنن، خب باز یا مسببش خودشان هستن. درستان. البته بین درد و رنج، بعضی وقتا کلمه رنج و درد رو بعضی افراد مترادف به کار میبرن، میگن رنج همو درد است و درد همو رنج است. نه، ما این رو میخوایم کلمه رو واسطر کنیم. درستان. بگیم دایره رنج بسیار وسیع تره، چون درد به اندام انسان برمیگرده، ولی رنج به کل بدن انسان رو فرا میگیره. انسان وقتی که دست از او درد میکنه، پا از او درد میکنه، همو قسمت جسمانی از او درد میکنه. بله. ولی رنج روح روان انسان رو فرا میگیره. خب میتونه بگیم که رنج درد داره؟ یعنی کسی که رنج میکشه با او رنج خود درد احساس میکنه، درد داره. یعنی همین رنج کشیدن خودش یک نوع درد کشیدن است، نیست؟ رنج کشیدن دایره خیلی وسیع تره، شامل غم میشه، شامل خب درد میگیم با یک مسکن خوب میشه، ممکنه درستن. یک سبب باشه، ولی رنج میمانه، ولی رنج میمانه تا اثرات از او از بین بره. پس دایره رنج خیلی وسیع تر هست، چون به روح روان انسان حتی ممکنه لطمه بزنه. خب این رو انسان باید دقت کنه. حتی ما یک چیز دیگه که در رنج داریم، انسان با از درد هیچ وقت لذت نمیبره، ولی از رنج لذت میبره. شاید نکته خیلی جالب باشه، چطور من انسان از رنج لذت ببرم؟ از رنج لذت ببرم، بله، زمانی که اهداف بالایی داشته باشم. من این رنج رو یک مرحله بدانم که موفقیت برسم، مطمئنا از همون مرحله هم انسان لذت میبره. ما در جلسه قبل کاملا توضیح دادیم. درست. که خود رنج میتونه گذرا باشه از زندگی انسان و میتونه عامل بسیاری از موفقیت ها برای انسان باشه.
یه مورد دیگه، عامل دیگه ای که میتونیم اگر بانم بعد از یک وقفه میان برنامه. بله، تشکر از همراهیتان. میان برنامه تقدیم شما عزیزان. خب عزیزان همیشه همراه، برنامه روشنا رو همراهی میکنین با موضوع رنج در زندگی و انشالله که بیننده برنامه باشین هر روز و اگر سوالی هم در ذهن دارین میتونین حتما با ما در ارتباط باشین. عوامل رنج در زندگی رو بررسی میکنیم و خانم حسنزاده عزیز چند عامل دیگه باقی مانده که با شما عزیزان در میان میگذاریم و گفتگو میکنیم. خب خانم حسنزاده، چون وقت برنامه کمه، میخوایم که همه این عوامل امروز بپردازیم و به واقعیت اینها رو متوجه باشیم که زندگی اگر گاه وقتها رنجی به ما میرسه، مصیبت به ما میرسه، دیگه قدر شکایت و ناله و ایگپا رو نداشته باشیم و به خوبی ببینیم رنج های زندگی خود ما را. بله، داشتیم در مورد عامل های رنج داشتیم بحث میکردیم. یکی این که فرد نسبت به نگاه و دید و اندیشه افراد بستگی داره و دیگری که به فرد بعضی وقتا خود شخص باعث بشه یک رنج فردی برای خودش ایجاد کنه یا حتی میتونه بزرگ کنه رنج های زندگی خودش. آره، قوت ببخشه. بله، این مورد هم است. مورد دیگری که مطرح هست، بعضی وقتا عاملی است که واقعا امتحان الهی است. اگه نگاه انسان به این سمت هم بره، الان من در زندگی دچار مشقت هستم، مشکلی دارم، ای امتحان و آزمایش خداوند هست که برای من نوعی قرار داده. خب هر چی که امتحان و آزمایش انسان سربلندتر بیرون بیاد، مطمئنن پاداشت بیشتری هم داره. خداوند متعال در سوره بقره آیه 155 میفرماین قطعا ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوس و فرزندان می آزماییم و تو ای پیامبر به شکیبایان نوید بده. یعنی اگه مشقتی هست، اگه مشکلی هست، یعنی این هست که آزمایش بیانو میکنه. اگر در مشقت و سختی ها، اگر در فقر و مشکلات، یا در یعنی هر کدام از اونها را برای ما باز میکنه، بیان میکنه یک به یک اینها را. هم چقدر زیبا تک تک از این موارد رو بیان میکنه. خب نگاه ما به بلا و مصیبت وقتی جوری باشه که پیوند بخوره با چیز خداوند متعال، یعنی فراغ انسان از خدا مطرح نباشه. چون اگه فراغ انسان از خدا مطرح باشه، پیوند با خداوند، آره، اصلا مفهوم نداره. یه رنج براش خیلی عذاب آور میشه. حتی کسانی هست که به درجه ای میرسن که این بلا و رنج رو میگن که من دیگه در این دوام نمیارم و حتی باعث میشه دست به کارهای خیلی که مثلا ناشایسته بزنن. خب گاهی خداوند چون ما رو دوست داره و میخواد توان ما رو بسنجه، باعث بشه مشکلات و سختی هایی رو به ما بده. و جالب اینجاست که گفته من در قبال از این برای شما باعث میشه پاداشتی به قرار بله بدم. نتیجه خب کسایی که در سختی ها و مشکلات و رنج تحمل میکنن و این مصیبت ها را برای خودشان بهترین میدانن و برای از جانب خداوند میدانن، از جانب خداوند میدانن، یک نوع امتحان و آزمایش میدن. حالا نتیجه از او چی میشه؟ باعث میشه این که خداوند پاداش به اونها بده. بله. و این یک نوع آزمایشه. پس این مورد دیگه ای است که این رو امتحان الهی بدانیم. هیچ وقت نگیم که من
بعضی از مشکلاتی که الان بوده چون مسببشم ممکنه من خودم نبودم و دیگران هم نبوده، این پس از جانب خدا بوده و این رو بدانیم که امتحان بوده. خود باعث میشه که انسان این مشکل رو به راحتی پشت سر بگذاره و همه تفکر رو نگاه رو داشتن براش آسان‌تر میشه که مشکل رو از بین ببره. بعضی وقتا هست که عامل فردی نیست، هم زوری مرحله بالاتر میرسه، باعث میشه که دیگران ما افراد دیگه باعث بشه که رنج ایجاد کنن، مشکلاتی رو به بار بیارن. یکی از اونها که در اجتماع ما الان زیادم در بین جامعه خودخور میبینیم این از فاصله طبقاتی هست. اینها رو رنج های اجتماعی بیان میکنن، رنج های فردی دیگه نیست. این از که اجتماع یک فردی هست از وضع مالی خوبی برخوردار نیست، به نان شب خودش هم ممکنه محتاج باشن. خیلی افراد همچین مشکلاتی داشته باشن، ولی در همسایگی از اینها یک خانواده زندگی میکنن، هر شب مهمانی و محفل و بسیار سفره‌های گسترده پر میکنن. خب این باعث میشه افراد فقیر در اینجی با خود این فکر کنن چرا خداوند مثلا، حتی باعث میشه بعضی از نداشته ها رو به خداوند ربط بدن که من چرا در اینجوری مثلا رنج ببره، چرا برای من اینجور رقم خورده، چرا زندگی من یک قسم است و زندگی اونا مثلا متفاوت است. همین فاصله های طبقاتی باعث میشه یک رنج های برای انسان تحمیل بشه و ایجاد بشه که باید اینجا باز هم برای فرد به نگاه دید از او برمیگرده، یعنی پس به نقطه اول برمیگرده که باید انسان این رو مد نظر بداشت. حکمت شاید بری بوده، شاید او تلاش بیشتری کرده و من تلاش کمتری کردم. بعضی وقتا میگه نه من از او بیشتر هم دارم کار میکنم، ولی شاید اینجور حکمت الهی بری بوده که برای شما به این شکل رقم بخوره. همه ما باید این رو بدانیم اگه خداوند یک چیزی رو از زندگی ما حذف میکنه، بدانیم به جاش یک نعمت دیگه رو قرار داده. این همیشه هست. بعض وقتا همه چیز ما در مال و اموال و دارایی های خودمان میبینیم، نه، خداوند ممکنه نعمت دیگه به ما داده باشه که ما از او غافل هستیم در قبال او دارایی که از ما گرفته. یا این رو باید انسان توجه داشته باشه، یعنی به حکمت خداوند حتما مطیع باشیم که اگر خداوند چیز رو به ما میده یا چیزی رو از ما میگیره، کلش به خاطر حکمت خداوند است. عامل دیگه بعض وقتا بی اخلاقی هست که میتونه باعث رنج افراد بشه در جامعه دیگه. در جامعه هست که خب بعضی از افراد هستن واقعا زبان بدی دارن، اخلاق خوبی برخوردار نیستن، نسبت به افراد دیگه خدای نکرده توهینی میکنن، دشنامی میدن و موجب رنج افراد میشن. خب این هم یکی از مواردی است که واقعا دست خود ما نیست، دست خود ما نیست، باعث میشه که دیگران برای ما ایجاد کنن. بله، از درون انسان نیست و این است که پس از ناحیه بقیه برای انسان ایجاد میشه و یا حتی بیشتر از او ظلمی برو به انسان بکنن. وقتی به انسان ظلمی بشه، واقعا دل از او نسبت به او ظلم نالان میشه و شکوه و شکایت های زیادی رو میکنه. حالا مثلا زیاده این رنج هایی که از دیگران برای ما وارد میشه، اینا جز امتحانات و آزمایشات الهی هست؟ نه، این مسئله جدایی هست. مسئله جدایی هست. خب بله، اون آزمایشات الهی که جزء، پس اینا رو بر چه اساس باید قرار بدیم؟ بله، اینا چه نوع رنج هستن؟ اینها از موارد دیگه هم بود که اینا همه رو بیان می‌خواستم بکنم. این رنج هایی که مثلا از اختلاف طبقاتی باشه یا از نسبت به ظلم باشه، اینها از چیزی هست که از درون انسان نیست. بله، اینها از بیرون و از دیگران ایجاد میشه. خب این ممکنه فرد دیگه رو ما مسئول بدانیم نسبت به اون رنجی که شامل حال انسان شده. خب ما باید در پی این نباشیم که در همون رنجی که به ما وارد کردن، من این رو میخوام نکته بیان کنم که این به خود فرد برمیگرده در آخر. درست از اجتماع بر انسان وارد شده، بله، خود انسان اصلا شاید اینجا هیچ مسئولی نباشه، دخالتی نداره. بله، باعث میشه که اصلا انسان نه خودش مسئوله، نه ممکنه حرفی هم نزده باشه، بهش ظلمی شده باشه. خب این رنج هایی هست، ما میخوام اینو به
بگم که از بیرون بر انسان تحمیل شده و مسئولش هم خود ما نیستیم و دیگران هستن. های ممکن از ضعف اخلاق از اونها باشه یا از مثلا از ظلمی که به انسان کرده باشه، ناحیه دیگه باشه. ما اینو میخوایم بیان کنیم که اینهایی که از ناحیه دیگران هست، ما خصوصیات خودمان رو اذیت نکنیم، رنج ها رو مثلا جوری نباشه که باعث بشه که ما اینا رو بگیم که نه، این رنج ها به من وارد شد، باعث شد که من زندگیم دیگه از هم بپاشه. ما میخوام بگم به این رنج های دیگران به انسان وارد میکنن بی اعتنا باشیم. حالا ممکن است بعضی از بگن خیلی سخت است، من چطور ظلمی به من شده، من به این بی اعتنا باشم؟ تا جایی که میتونی از خودت دفاع کنی دفاع کن. بله. چون باعث به این دفاع کردن باعث میشه انسان رو آرام کنه نسبت به همون ظلمی که بهش میشه و رنجی که وارد میشه، دفاع کنه از خودش. دفاع کنه، در محکمه میتونه شکایت کنه. میتونه از خودش طلب کنه. ظلمی مثلا یک فردی بوده، پولی رو از فرد خورده، به جای اینکه در خانه بشینه و مدام بر خودش رنج تقبل کنه، این که در پی از او باشه، تلاش کنه، تلاش کنه، حق خود رو بگیره، حق خودش رو بگیره. ما این رو میخوایم بگیم، رنج هایی که از دیگران میرسه، بعض وقتا میگم من رنج هایی از ناحیه خودم ندارم، از دیگران بیشتر رنج ها دارم. بس با جان دل اونها رو میخرم و در غم از اونها مثلا بیشتر وقتا من غمگین هستم. خب بسیار وقتا ما میگیم که رنج و سختی و مشکلات انسان ها رو میسازه و جز امتحانات و آزمایشات الهی است. بله. خب میشنن به همون دلیل میگن که خدایا ما این رنج داریم، این ظلمت به ما وارد شده، خیر است که خدای به خاطر خودت ما این رو تحمل میکنیم. این گپ درست است یا نیست؟ بله، این نکته بعضی جاها درسته خانم زوری عزیز، بعضی جاها صحیح نیست. حتی همی که میگن که ظلمی که دیگرا به ما روا میکنن و بله. او از تا جایی که من قدرت دفاع دارم میتونم دفاع کنم. بله. حق خود رو بگیرم باید بیستم. یعنی نباید بشینم و سکوت کنم. اسلام هم همین در آموزه‌های بله. اسلام هست، ولی یه جایی هست که به قیمت جانم تمام بشه. خب اینجی دیگه میگم او قسم رو به خدا بگذاری و او رو خود از یعنی مثلا بقیه رو بگیم که به خدا بگذاشتیم، در آینده انشالله من تو رو در قیامت مثلا از تو میگیرم. آه. چون دیگه من تلاشمو کردم. بله بله. اینجی دیگه انسان اونقدر رنجم نمیبره. یعنی انتقام گرفتن در یک حد و حدودی نیاز است. بله. بیش از حد نباشه که باعث شوه که ضربات زیادتر شوه، حتی زندگی از او پر از بغض و کینه و انتقام شده. احسن. ممکن است حال در خانه زندگی میکنن، ممکن است ما یک مثالی بیان کنم، اینه که در خانواده کسی چند نفر همراه اولادای خود، زن مرد همراه اولادای خود زندگی میکنن، حالا ممکن است به از ناحیه زن نسبت به مرد یا برعکس یک حرفی بشنن. خب اینجا تقافل کنن خیلی بهتر از اون است که در پی انتقام از او باشه. اگه رنجی هم مثلا زن میکشه، میگه به خاطر خدا من تحمل میکنم. چون وظیفه مثلا این است که مثلا آرامش زندگی و خانواده رو حفظ کنم و در تربیت اولاد خود تلاش کنم. خب این واقعا نکته آموزنده است. ولی بعضی جاها وقتی جامعه مثلا میشه، باز هم انسان باید مصلحت جامعه رو بسنجه. درسته. ولی بعضی وقتا از دست انسان واقعا خارج است. بله. رنجی هست که واقعا تحمیل شده. درسته. به انسان. حالا مثلا چون وقت برنامه خلاص شده، انشاءالله در هفته آینده باز هم نسبت به همین موضوع رنج و زندگی صحبت میکنیم، یا ای که فلسفه رنج رو که بیان کردین خلاص شده عوامل از او رو ادامه داره در هفته دیگه بیان میکنیم. بله، عوامل و عناصری که انواع رنج رو ما بررسی میکنیم انشالله در این بحث آخری که ما مطرح کردیم. بله. بحث جامعه رو به تفصیل انشالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد. خب پس عوامل رنج در زندگی رو هفته دیگه باز هم بیان میکنیم برای شما عزیزان. حتما برنامه ریزی کنین و بینی برنامه روشنا باشین. موفق باشین، پیروز باشین و بهترین ها را برای همه شما عزیزان بیننده خواهان هستم. زندگیتان با برکت و عمرتان با عزت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.